برای اکثریت اعضای مجمع عمومی، اسماعیل اسماعیل‌زاده مدیر عامل باشگاه کوهنوردی هیماچال ریاست هیئت کوهنوردی و سودهای ورزشی استان تهران را بر عهده گرفت. عرض تبریک دارم خدمتتون بابت ریاست جدید هیئت کوهنوردی و سودهای ورزشی استان تهران. چرا کاندید شدید و چه اهداف راهبردی برای هیئت کوهنوردی و سودهای ورزشی استان تهران دارید؟ خب هیئت کوهنوردی استان تهران به حال یکی از بازوهای مهم اجرایی فدراسیون کوهنوردی مسئولیت‌های مختلفی داره و در حد کلان میشه اشاره کرد به حال به کوهنوردای متعددی که آخر هفته کوههای شمال تهران طی می‌کنن، در واقع سفر می‌کنن و کوهنوردی انجام میدن و در واقع شاخص‌های خیلی مهمی کوهنوردی استان تهران داره. خطراتی که در واقع هر هفته کوهنوردای استان رو در واقع ممکنه که تهدید بکنه و نیاز به در واقع ستادی داری که بهش میگیم ستاد پیشگیری از حوادث که خب سالهاست فعال شده، رؤسای قبلی زحمتش رو کشیدن و ما وظیفمون الان همکاری خیلی مناسب حالا در حد در واقع خیلی بهتر با فدراسیون کوهنوردی با سازمانهای زیربطه. یکی از اهداف من در واقع بهبود شرایط دوستان ستاد پیشگیری از حوادث هستش و در واقع شرایط رو بهینه بکنیم برای استفاده از این فضا برای کوهنوردها. و بحث دیگه در واقع توجه به مربی‌ها هستش، توجه به شرایط در واقع آموزش هست تو کشور ما که خب هر چقدر ما با آموزش بپردازیم مسلماً حوادث کم میشه. اینجا هم میتونیم اشاره بکنیم که هدف ما باز دوباره بحث در واقع کاهش حوادث هستش. و نکات دیگه ای هست به حال که میشه بهش اشاره کرد، توجه به ورزش بانوان هستش، توجه به بُعد همگانی ورزش کوهنوردی هستش که به مراتب میتونه در واقع تاثیرگذار باشه در سلامت جامعه و نهایتاً ورزش قهرمانی که خب میتونه انگیزه ساز باشه برای دوستانی که ورزش همگانی رو میخوان شروع بکنن یا اینکه در واقع میتونن ورزش کوهنوردی رو یه چشم‌اندازی بهش پیدا بکنن و انشالله بتونن قهرمانای خیلی خوبی باشن برای کشور ما، نماینده های خوبی توی در واقع عرصه جهانی باشن، عرصه بین الملل. و همه اینها میتونه وظایف مهم هیئت باشه و ما این در واقع با این دیدگاه اومدم که بتونم هم اصلاح داشته باشیم هم در واقع بهبود شرایط رو داشته باشیم و این نمیشه مگر با در واقع کمک همه کوهنوردان استان که خب تعداد کثیری از علاقمندان رو ما داریم و امیدواریم که بتونیم موفق باشیم تو این عرصه. خب مثل همه برنامه‌های در واقع استراتژیک که برای سازمان‌ها برنامه‌ریزی میشه، همونجور که تحصیلات من در این عرصه هستش، من فوق لیسانس صنایع هستم، مدیریت سیستم و بهره‌وری. بحثی که بهش خیلی قائلم اینه که ما باید یه چشم‌اندازی رو داشته باشیم، یعنی در واقع بُعدی رو بتونیم توی دوردست ببینیم و بتونیم بهش بپردازیم. برنامه استراتژیک برای هیئت تهران تدوین شد که خب این نظر بنده نبودش، ماها در واقع مطالعه کردیم با صاحب نظران این عرصه، خصوصا رؤسای قبلی هیئت، در واقع مسئولین فدراسیون در حال و در واقع گذشته، و تونستیم به برنامه استراتژیک خیلی خوب برسیم که چشم انداز 20 ساله تعریف کردن برای هیئت و در قبال اون در واقع برنامه دیگه‌ای داشتیم، برنامه 4 ساله که خب احساس می‌کنم برنامه خیلی خوبی شد. چکیده در واقع اون رو در قالب یه چارت ما آماده کردیم که سعی می‌کنیم تو فضای مجازی در واقع تو فضاهای مختلف هم رو به اشتراک بذاریم که انشالله در سال اول بتونیم یه بازخورد خیلی خوب بگیریم و در نهایت به اجرای اون هم برسیم با نظر دوستانی که خب میتونن کمک بکنن، ما رو مشورت بدن و حتما میتونن با بهبود اون چارت و با بهبود اون در واقع مواردی که مد نظر ما هست به اهداف بهتری برسیم.